خوشحالیم که با وجود فرصت کمی که داشتیم تونستیم با دو تا از استادای خیلی عزیز ارتباط برقرار بکنیم که افتخار دادن امروز مهمون برنامه ما باشن. مهمون اول کسی نیست جز دکتر یحیی تابش. دکتر یحیی تابش عزیز و دوست داشتنی. ببخشید من یه چیزی به صفم اومده که خب سلام عرض میکنم به دکتر. من هم سلام میکنم به همه دوستان، خوشحالم در خدمتتون هست. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و امروز کنار ما هستین. من یه معرفی کوتاه اگر اجازه بدین بکنم. دکتر تابش همونجوری که توی فیلم دیدیم استاد ریاضی دانشگاه شریف هستن که وقتی که مریم وارد دانشگاه شریف شده در اون زمان ریاست دانشگاه ریاضی رو بر عهده داشتن و نقش بسزایی توی تربیت چندین نسل از دانش آموزا و دانشجوهای ایرانی در زمینه ریاضی و کامپیوتر داشتن و فعالیت‌های علمی و آموزشی خیلی گسترده‌ای در سطح ایران پایگذاری کردن. اگر بخوام از مسئولیت‌ها و پست‌ها و خدمات دکتر بگم یه لیست خیلی بلند بالاست که از صبر همه ما خارجه واقعا، ولی از مهمتریناش میشه به پایگذاری و سرپرستی همین المپیادهای ریاضی کامپیوتر ایران اشاره کرد که باعث پرورش دادن بسیاری از اشخاص برجسته مثل مریم میرزاخانی شد. نقش پررنگ دکتر تابش رو توی زندگی مریم به عنوان یه راهنما و یه پدر دلسوز توی فیلم مشاهده کردیم و واقعا افتخار ما که امروز ایشون رو کنارمون داریم که بتونیم سوالای بیشتری راجع به مریم جون ازشون بکنیم و یه یادی از مریم بکنیم. دکتر تابش چند سال هستش که کنار ما توی بیریای کالیفرنیا اقامت دارن و اینجا مشغول کارآفرینی و انترپرنورشپ هستن و حضور خیلی پررنگی دارن توی جامعه ایرانی. واقعا آدم بسیار نازنین و فروتن. من خودم ارادت خیلی زیادی دارم خدمتشون. خوشحالم که در خدمتتونم دکتر. خیلی ببخشید من خجالت دارین. تشکر. اختیار دارین. هر چی بگم کم گفتم. مهمون دوممون خانم درسا صدیق هستم. استاد درسا صدیق، سلام درسا جون. سلام بچه ها، مرسی دعوتم کردین. خیلی خوشحالم اینجا هستم، خیلی هم خوشحالم در کنار دکتر تابش هستم. من تا حالا ندیده بودمش ولی خیلی دربارشون شنیدم، سو خیلی خوشحالم که اینجا. مرسی از شما که دعوت ما رو پذیرفتیم. دکتر درسا صدیق، ما قبل از این ایونت تازه متوجه یه بک‌گراند خیلی مشابهی شدیم که با هم دیگه داریم. ایشون هم مثل خود من بعد از دبیرستان از ایران مهاجرت کردن و اومدن آمریکا و لیسانس و دکتراشون رو دانشگاه برکلی خوندن. انقدر موفقیت‌های زیادی داشتن که بدون پست‌داک تونستن اسیستنت پروفسورشیپ دانشگاه استنفورد بگیرن و از سال 2017 در دانشگاه استنفورد مشغول به استادی هستن. برای خیلی از ما واقعا یک الگو هستن و خیلی خوشحالیم که امروز پیش ما هستیم. مرسی. خب در آخر یکی از اعضای گروه خودمون، نماینده گروه دانشگاه استنفورد توی گروه خودمون ایرانیان سینس آف کالیفرنیا، یگانه علی محمدی قراره که توی گفتگومون باشه. یگانه تا آخر لیسانس ایران بوده فکر میکنم، بعدش دانشگاه استنفورد شروع به کار کرد، برای گرد سکول شروع به کار کرده و وقتی که ایران بوده مدرسه فرزانگان درس میخونده، مثل مریم المپیادی بوده، مدال طلای کشوری رو کسب کرده و مدال برنز جهانی رو توی المپیاد ریاضی کسب کرده. خیلی خیلی خوشحالم که همتون امروز کنار من هستیم. امیدوارم یه گفتگوی خیلی خوب و صمیمانه با هم دیگه داشته باشیم.
نمیدونم چرا دکتر تابش و دورسا ویدیوشون بله دکتر اگر میشه ویدیوتون رو روشن کنیم اگر دوست داریم. خب خیلی هم عالی. دکتر من میخواستم با یه سوال خیلی کلی شروع بکنم. شما که مریم رو از نزدیک میشناختین شخصاً و هم از کارش مطلع بودین چون خودتون پیش‌زمینه ریاضی دارین هم شخصاً میشناختینش، میخواستم ببینم این فیلم رو چجور دیدین؟ خودتون به نظرتون فیلم چجوری ساخته شده بود؟ آیا شخصیت مریم توش خوب به نمایش گذاشته شده بود و کارش رو درست توضیح داده بودن؟ من میتونم بگم علل اصول فیلم خوب بوده. این دوستان در ماتماتیکال ساینس ریسرچ اینستیتوت در برکلی و آقای تهیه کننده فیلم جورج چیچاری زحمت کشیدن، به خصوص ایران رفت مسافرت کرد، 2 سال روش کار کردن. یعنی میتونم بگم زندگی حرفه‌ای مریم رو خب خیلی خوب نشون دادن و یه مقدارم مثلا داستان آموزش ریاضی در ایران هم در واقع در کنارش منعکس شده. دانشگاه صنعتی شریف رو نشون دادن، مدرسه فرزانگان رو نشون دادن، خانه ریاضیات اصفهان و سنت‌های هندسی مثلا که در اصفهان هست نشون دادن. اینا به نظر من خیلی اجزای خوبی بود و نوعاً کار ریاضی مریم رو خوب نشون دادن. ولی خب مریم واقعا یه شخصیت همه جانبه‌ای داشت، واقعا تنها ماتماتیکس فکر بکن نبود. خیلی حالا دوستایی که از نزدیک باهاش بودن، حالا منم با از دور و نزدیک می‌دیدمش، مثلا اون همه جنبه‌های زندگی مریم رو نشون نمیده. زندگی حرفه‌ایش رو من فکر کنم خیلی خوب نشون داد و از این لحاظ یه سیری بود از اینکه در اصلا در مثلا 20 سال گذشته ریاضیات تو ایران چگونه جلو رفت، چگونه چه اتفاقی افتاد، اصلا این المپیاد چگونه بچه‌ها رو جذب کرد به آموزش ریاضی، المپیاد کلاس‌های تابستانی فوق برنامه، جایی مثل خانه ریاضیات بچه‌ها جذب شدن به ریاضی خوندن و حالا در دوره کارشناسی چجوری ما تونستیم یه قدری امکاناتی فراهم کنیم، اون انعطاف رو ایجاد کنیم که این بچه‌ها بهتر رشد کنن و بعدم خب فرصت‌هایی که اومدن اینجا ادامه دادن. من فکر کنم اینا رو خیلی خوب نشون داد. بله چرا خوب. یه نکته ای رو خودتون گفتین که یه مقدار شاید بیشتر روی زمینه کاری مریم تمرکز کرده بودن و یه مقدار هنوز شاید آخر فیلم برای ما یه ذره پیچیده است که شخصیت مریم میرزاخانی دقیقا چی بوده، یعنی از زندگی شخصیش خیلی چیزی، البته که همه در طول فیلم گفتن که یه شخصیت خیلی ریزروفدی داشته و خیلی صحبت نمی کرده. شما به عنوان کسی که بهش نزدیک بودین فکر میکنین که چه چیز دیگه ای میتونست توی این فیلم نمایش داده بشه و چه شناخت بهتری از مریم میتونین به ما بدین؟ ببینیم مریم خب خیلی مثلا سعی میکرد زندگی شخصیشو برای خودش نگه داره و همه کسایی هم که میشناسنشو یا باش ارتباط داشتن فکر میکنن که رعایت اون احترام به اونه که اون خب علاقه نداشت زندگی خصوصیشو خیلی دیگران دربارش واردش بشن. واسه این اگر دوستانش یا حالا کسی هم یه مقدار باش تماس داشت، اون به خاطر اون روح مریم که ما باهاش ارتباط برقرار دارن، اون روحیش رو میشناختن، آدم ها سعی میکنن وارد زندگی خصوصیش نشن و همین است که به اینجا اکتفا میکنن. به هر صورت خب مریم خب اینه خیلی خیلی شخصیتش خیلی افق گسترده‌ای رو فکر میکرد، یعنی یه جور خیلی دور مایل بود که خیلی پرواز کنه بره جلو، هیچ چیز جلودارش نبود، همیشه بزرگ فکر میکرد و بعد خب خیلی تمرکز داشت، خیلی اعتماد به نفس داشت و بسیار سخت‌کوش بود. یعنی شما فکر نکنید که این کارها با آسونی بود، بسیار بسیار سخت و خب یه تواضع نمونه و مثال زدنی هم داشت که بسیار متواضع بود و دلش خواست زندگی شخصیش راحت باشه، اصلا زیر اینکه زیر ذره بین بره و بتونه خودشو به اصطلاح مطرح کنه اصلا به این کارا علاقه ای نداشت، دلش به کار حرفه‌ایش عشق می‌ورزید، ریاضیات رو واقعا دوست داشت، مسئله حل کردن رو واقعا دوست داشت. وقتی که به موفقیتی رسید بسیار
برای شعف انگیز بود. این بود، این هستش. یکی اتفاقا این دو سه روزه توی این مثلا کانال های ارتباط جمعی هم بعضی دوستای خاطرات پراکنده ازش میگن. یکی از دوستاش ذکر کرده بود، من نگاه کردم، گفت همون دوره‌ای که مثلا موفقیت های تو المپیاد داشت، بعد به اردوهای المپیاد سالهای بعد میومد و ما ازش درخواست میکردیم که بریم آموزش بده به دوره های بعدی یا تجربیاتش رو منتقل کنه. این دوستش ذکر میکرد که یه ده بچه ها دورش جمع شدن گفتن که بیا به ما امضا بده و این به هیچ وجه زیر بار این چنین کاری نگفت. امضای من میخوای چه کنی؟ بریم بشینیم مثلا کار خودتون رو بکنی. منظور اصلا دلش نمیخواست از یه جنبه هایی مثلا فراتر بره و زندگی خصوصی خودش رو برای خودش میخواست نگه داره. بله، من قبل از اینکه ادامه بدیم اعلام بکنم که شرکت کننده هامون همه میتونن توی چت زوم سوالایی که دارن رو بنویسن و ما سعی میکنیم تا جایی که زمان اجازه بده به سوالای اونا هم جواب بدیم. من بعد مانیتور بکنم این وسط. یگانه، تام میدونم که خیلی سوالا داشتی از دورسا و دکتر تابش بپرسی. دوست دارم که یه ذره حالت گفتگو داشته باشه، نه پرسش و پاسخ. من و یگانه دلیل اینکه اینجاییم جفتمون مثل خیلی از دخترهای دیگه که مخصوصا چون حالا فرزانگانی هم بودیم و سر کلاس المپیادی نشستیم که استادا راجع به مریم میرزاخانی همینجوری پشت سر هم حرف میزدن و راجع به موفقیتاش میگفتن و اصلا تصور این که یه روزی مریم سر کلاس همون استادا نشسته بوده که ما نشسته بودیم یه چیز عجیب غریبی بود، حداقل برای من. شاید خیلی کودکانه به خاطر همین قضیه حس نزدیکی بهش میکردم، با وجودی که هرگز ندیدمش، که خیلی به خاطر این قضیه ناراحتم، چون من سال 2012 بود که مهاجرت کردم اومدم آمریکا و تا 2019 که مریم جان فوت کرد، 2019 نبود، 2018 بود که مریم 17 درست تا 2017 که مریم فوت کرد، چند سالی رو این وسط اشتراک داشتیم با هم دیگه، ولی انگار که هیچ وقت اونقدر فکر نمی کردم که من هنوز در حدی هستم که برم با مریم میرزاخانی صحبت بکنم. و همین زمانی که امروز اتفاقا داشتم میلینگ این باکس ایمیلم رو نگاه می کردم، خیلی این قضیه برام عجیب بود که من فارغ التحصیل شدم از دانشگاه برکلی، مدرک لیسانسم رو گرفتم و تابستون بعد از فارغ التحصیلیم یه ایمیل زدم به مریم که من دوست دارم شما رو ببینم و با شما کار بکنم، چون رشته ریاضی و فیزیک خونده بودم توی برکلی. این ایمیل رو من 12 جولای به مریم زده بودم و 14 جولای خبر فوت مریم رو گرفتم. یعنی بعد وقت آدم واقعا نمیتونه پیش بینی بکنه که چه اتفاقی قرار بیفته و اصلا هنوز نتونستم با این قضیه کنار بیام که من اون همه سال تلف کردم و مریم رو نتونستم ببینم. یگانه تو هم میخوایی زار راجبه؟ آره، مرسی هلیا جان، خیلی کامل گفتی تقریبا حسایی که منم داشتم، خیلی مشترک بوده. از همون اول دبیرستان معلم ها از مریم میرزاخانی میگفتن، اون موقع هنوز فیلز رو نبرده بود ولی خیلی قهرمان بزرگی بود برای خیلی هامون و باعث میشد که فکر کنیم که آره خیلی بارمون رو بزرگ بالا بذاریم برای اینکه یه دانش آموز میتونه به کجا برسه. و خب مثلا واسه نوجوانی که تخیلاتش شاید قوی باشه خیلی مثال خوبی بود. من یه سوال داشتم از هم درستا جان هم دکتر تابش، هم به طور خاص شاید برای خانوما و در کل شاید توی ایران شهرستانهای کوچیکتر under represented توی دانشگاه‌های ریاضی و مهندسی. شما که هر دوتون خیلی مسئولیت‌های بزرگی داشتید، توصیه خاصی دارید که مثلا چه راهکارهای خوب بگیرن؟ هم شریف، هم باشگاه دانشپژوهان، هم کلن پروگرام‌های ریاضی که شاید توی آمریکا هستن که
تشویق کنن بچه هایی که شاید رول مدل های کمتری داشته باشن برای کارشون. بچه ها میخواین درباره کانورسیشن قبلی من یه چیزی که منم میخواستم اد کنم بعدش درباره اینم حرف بزنیم. منم مثل جفت شما دوتا دقیقا همون اکسپریانس رو داشتم. قشنگ یادم مثلا ایران که بودم قشنگ من کلاسای آقای نیوشا رو یادمه که هر دفعه آقای نیوشا میومدن میگفتن مریم اون تهمیش سر کنارش رویا بود و همدیگه این مسئله رو خیلی سریع‌تر از شما حل میکردن. من این خاطره رو قشنگ یادمه و به نظر من خیلی تاثیر بزرگی داشتش وجود این آدما برای اینکه به جاهایی که ما برسیم و ببینیم واقعا کجا آدم میتونه تا کجا آدم میتونه بره. و خود منم دقیقاً همونجوری که هلیا میگفتش خیلی دوست داشتم مریم رو ببینم و وقتی اینجا بودم با خودم فکر میکردم خب دلیلی که ندارم الان مریم رو ببینم، پس بذار صبر کنم، بذار حالا یه موقع پیش میادش. و یادم مثلا 2016 تقریبا بودش که من همسرم با یان کار میکردش و خب من یانو میدیدم ولی مریم رو نمیدیدم و اون موقع مثلا یان میگفت شرایط جالب نیستش و خیلی برام سخت، یعنی اون موقع 2017 من استنفورد رو وقتی جوان کردم با خودم گفتم اون موقع یه دلیلی دارم که برم و با مریم خب حرف بزنم، ما توی یه دانشگاهیم، شاید اون موقع بتونم برم و باهاش حرف بزنم، مثلا حالا با طریق یان مثلا میریم باهاش حرف میزنیم. و خیلی غم انگیز بود که من 2017 وقتی جوان کردم استنفورد دقیقاً همون اون سالی بودش که مریم فوت کرده شد، نتونستم واقعا منم ببینمش. ولی یه چیزی که احساس میکنم از فیلم آدم میتونه یاد بگیره اینه که خیلی وقتا ما آدمای مختلفی رو رول مدلمون میذاریم، یعنی مثلا منظر من مریم یه رول مدل واسه همه ماها بودش، ولی کاری که خود مریم کرد این بودش که بدون داشتن هیچ رول مدلی اوکی بودش که یه سری استپایی رو رد بکنه و بزرگتر از اون ببینه. و این خیلی کار سختیه، نمیگم کار راحتیه، خیلی کار سختیه، ولی شاید یه چیزی باشه که بتونیم ازش یاد بگیریم که همیشه یه نفر اولی باشه و هیچ اشکالی نداره که اون نفر اول هر کدوم از ما باشیم، هر کدوم از ما این کیپبلیتی داریم که بتونیم به اونجا برسیم. این بیشتر درباره کانکشن به سوال قبلی بود، ولی سوال خاصی که داشتین درباره شهرهای کوچیک‌تر شاید دکتر تابش بهتر بتونن جواب بدن. خیلی آشنا نیستم با چیزایی که داخل ایران هستش الان. حالا ببین این واقعا یه از همه مسائلیه که جوابای خیلی راحتی نداره دیگه. اگه جوابای راحتی داشت خب خیلی‌ها می‌رفتن انجام می‌دادن. الان خب خیلی این بحثا هست، حتی این توی آمریکا می‌دونی خیلی این بحثا هست که چگونه مثلا دخترها رو تشویق کنن به یا ریاضی بخونن و خب بعضی‌ها جذب میشن. الان می‌دونی که همه مسابقات AMC مسابقات ریاضی آمریکا که برگزار میشه در کلاس 8 و 10 و 12، اینا پارسال تصمیم گرفتن که یه جایزه به اسم مریم بذارن برای دو مثلا بهترین دخترایی که توی یکی از این مسابقات شرکت میکنن. یه خود با منم تماس داشتن، یکم با هم فکریایی که شد برای کلاس دهم گذاشتن، یعنی امسال بر اولین بار به یه سری دخترایی که توی AMC 10 مثلا موفقیت‌های بالا داشتن اون جایزه مریم میرزاخانی دادن. یه گروهی هم هستش، گروه دختران طرفدار ریاضیات، یا دختر خانمی هست که الان هم دانشجوی مت استنفورد شده، این هم از طریق خانوادهش پشتیبانی کرد، یه جایزه $5,000 تعیین کردن برای این کار که تشویقی وجود داره. حالا این چیزا قطعا میتونه خوب باشه، ولی واقعا حالا من یه مثال دیگه هم بزنم بعد یه نکته دیگه رو بگم. یه موقعی هم تو ایران همین سالهای اخیر بود، من اینجا بودم، مریم هم اینجا بود، یه صحبتی مطرح شده بود که بیان یه مسابقه ریاضی ویژه دخترها برگزار کنن و در واقع کسایی که این ایده رو مطرح می‌کردن گفتن که خب اینجوری دخترها همیشه در مقابل پسرها ممکنه مثلا بخوان خودشون راحت نباشن، حالا یه مسابقه ما بذاریم شاید اونجا بهتر آدما خودشون نشون بدن و به اصطلاح تشویق بشن. من خودم خیلی تردید داشتم به این ایده، با مریم که در میون گذاشته بودن و بعد با منم صحبت کرد خیلی مخالف بود، میگفتش که هرچی جدا بود. من میگم خود مریم واقعا اصلا نگاه جنسیتی نداشت، یعنی خیلی طبیعی فکر میکرد که خب داره اینم یا همه کنار همن، اصلا اینجوری فکر نمیکرد. و در مورد اینکه بخدا یه مسابقه دختر بزنیم میگفت بهتر مثلا شاید ما داریم دخترها رو جدا میکنیم بذاریم در داخل کامیونیتی رشد بکنن، یه همچین نکته‌ای رو داشت. ولی حالا واقعا چجوری میشه به دخترها رو تشویق کرد و کمک کرد؟ خب من فکر کنم راه‌هایی هست و
خب میدونیم حتی آموزش، من الان تو آمریکا درگیرم یه مقدار، همین پروژه‌ای که کار میکنم از طریق استنفورد بیرون، حالا اینا بیشتر توی کارهای آموزش ریاضی، من میبینم که خب اینجا هم خیلی تو مدرسه ها سخت میشه با بچه ها ارتباط برقرار کرد. توی ایران یه جور دیگه، توی ایران مثلا یه برنامه، حالا شماها بهتر از من تجربه دارین سال اخیر، یه برنامه آموزشی نسبتا سنگینی هست که خیلی انعطاف توش کمه و فرصت نمیدی که آدما مثلا یه ذوق خودشون رو پیدا بکنن یا اون علاقه خودشون رو پیدا کنن و بتونن اونو بپرورونن. لذا من فکر کنم یه راه اینه که بشه از این موقعیت‌ها ایجاد کرد، مثلا در حالا جاهای دور و نزدیک بشه از این موقعیت‌ها ایجاد کرد، بشه آموزش‌های فوق برنامه‌ای که بتونه بچه‌ها رو اون شوق و ذوق رو در ذهن بچه‌ها ایجاد کنه، فقط یه خودشون به طور فعال در یه فعالیت حضور داشته باشن و بتونن به یه نتیجه‌های جدیدی برسن. من می‌گم یه همچین راه‌هایی، حالا فرصت میخواد که روش بشه کار کرد. من فکر کنم یه همچین راهایی که میشه فرصت ها رو ایجاد کرد که آدما بتونن درگیر شن، چون میدونید برنامه های رسمی خیلی یه طرف است، خیلی هم برای امتحان آموزش بسه آزمون زده است، تست اورینتد، بچه ها رو همه حواسشونه که تو امتحان چیکار بکنن، ولی یه آموزش های آزاد که یه چیز روون شوق برانگیزی رو در اختیار همه فضا رو یه فضایی به وجود بیاد، خیلی ها جذبش میشن و میتونن رشد بکنن. خود مریم هم اولین بار که اومد توی همون یه از این کلاس تابستانه در دانشگاه سند شریف اولین دوره گذاشته بودیم، مریم جان و رویا جان اومدن و اونجا همونجا ما با این آشنا شدیم و بعدا هم مریم میگفت که اون دوره روش خیلی اثر گذاشته بود. یه همچین کارهایی شاید خوب باشه. یه چیزی هم اضافه فقط می‌خواستم بکنم این هستش که یه سری استادیای جدیدی که شده درباره اینه که چه سنی خوبه برای اینکه این اتفاق، یعنی به این اکتیویتی ها رو انجام آدم بده، و کلا استادیای جدید نشون داده که مثلا دوره راهنمایی زمانی هستش که بهترین زمانه که آدم آشنا بشه با این چیزا و ببینه مثلا اینترستش چیه. و یه مشکلی که شاید اینجا داره اینه که خیلی وقتا این چیزا خیلی دیرتر اتفاق میفته و آردی پایپلاین نداره، مثلا آردی پایپلاین اونقدر آدم ها رو مشتاق نکرده که ریاضی انجام بدن یا فیزیک انجام بدن، واسه همین یه سر زودتر شروع کردن این اکتیویتی ها خیلی بهتر هستش. دقیقا من هم فکر کنم کاملا همون سنین سالهای مثلا ششم تا هشتم، ششم تا نهم، اینا خیلی بهترین دوره است که میشه روی این کارا کار کرده. دقیقا. حالا جالبه میگین اون سنین بهتره، چون یه نکته که توی فیلم توجه من رو جلب کرد این بود که مریم میگفتش که تا اول راهنمایی حتی از ریاضی خیلی خوشش نمیومده، یعنی نمره خیلی خوبی نمیگرفته، خیلی هم ریاضی رو دوست نداشته، دقیقا از قول خودش گفته بود که I wasn't even interested in it. حالا به نظر شما چی باعث شد که این قضیه توی مریم تغییر بکنه و آیا این متداول بین همه بچه ها که، یعنی خب من خودم به شخصه تا جایی که یادم میاد همیشه عاشق ریاضی و فیزیک بودم از دبستان راهنمایی، و خیلی برام جالبه که چی باعث شده یهو این شیفت در واقع اتفاق بیفته توی مریم. من یه چیزی رو که میخوام اضافه کنم اینه که یه سری صحبتهایی که ما میکنیم بین ایران و اینجا به نظرم فرق داره. یه دلیلی هم که شاید فرق داشته باشه که دلیل زیاد جالبی هم شاید نیست، اینه که خب ایران مدرسه های سر جداست دیگه، و احساس میکنم این که مدرسه های دخترونه و پسرونه جداست، این یه هایپوتزیسه، فقط احساس میکنم یه فایده ای که داره اینه که تو اگه توی یه چیزی مثلا خوب نباشی، توی یه چیز یک اول از همه توی یه کلاسی که 30 تا دختر توش هستش، آخر سر یکی تو ریاضی خوبه، یکی تو فیزیک خوبه، یکی تو شیمی خوبه، و این احساس وجود نداره که من قرار نیست تو ریاضی خوب نباشم. اینجا وقتی با بچه‌های مثلا راهنمایی صحبت دادم میکنه، خیلی وقتا میگن او مثلا ریاضی اصلا واسه من نیست، ریاضی واسه پسراست، اون پسر خیلی بهتر از من انجام میده این رو. ولی یه چیزی که هستش این که مدرسه‌های ایران همه وقتی دختر هستی بالاخره یکی تو ریاضی خوبه، یکی تو ریاضی خوب نیست، و وقتی فیل میکنی، وقتی مثلا به مشکلی برمیخوری، شاید اون اعتماد به نفس رو تو اون شرایط بیشتر داری که اون فیلیر رو اوورکام بکنی و بگی خب اوکی دفعه نشد، این دفعه من مثلا این نمره خوبو نگرفتم، این دفعه این ریاضی خوب نشد، ولی حالا دوباره تری میکنم شاید بشه. ولی احساس میکنم یه مشکلی که شاید اینجا داره اینه خیلی وقتا
وقتی مثلا اون فیلیر رو انجام میدی دختر رو خیلی سخت‌تر قبولش میکنن و میگن خب پس من حتما خوب نیستم تو این، پس این برای من نیستش. یعنی یه استادی دیگه که اتفاقا انجام داده بودن اینه که وقتی یه دختر توی یه کلاس سی میگیره خیلی وقتا میگه که او این برای این میجر برای من نیست، من دراپ اوت میخوام بکنم، این خوب نیست واسه من. و خیلی وقتا وقتی مثلا یه پسر همون سی رو میگیره میگه خب این ترم بد بود، معلمش بد بود، خوب نبود، من وقت نداشتم، من که هیچ مشکلی ندارم، من دوباره تری میکنم و سعی میکنم که مثلا دفعه دیگه مثلا بهتر بشم. یه ذره احساس میکنم ایران این شرایط رو شاید راحت تر داشت برای ما که اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم. خب of course میشه، یعنی من میتونم مثلا مرحله بعد. درسته جون، من راستش خیلی وقته که خودم به این نتیجه رسیدم که جدا بودن مدارس توی ایران خیلی کمک کرده به تساوی تعداد حداقل دختر و پسر توی دانشگاه های ایران، چون خب این یه مشکل خیلی بزرگه توی کشورهای پیشرفته ای مثل آمریکا که الان خیلی دارن باهاش استراگل میکنن. و خب مثلا توی این فیلم دقیقاً شنیدیم که رویا کوت میکنم ازش: In Iran when we were growing up there was never this negative perception about women doing math or science. We never got the impression that math was an unfeminine profession to take. یعنی حتی به خاطر اون محیط جدایی که ما توش قرار داشتیم اصلا هرگز خودمون مقایسه نمی کردیم با پسرا. تو فکر می کردی خب آره دیگه کلاس ریاضی دارم، کلاس فیزیک دارم، اینا منم می تونم تو هر کدوم از اینا خوب باشم، نه که ریاضی برای پسراست مثلا برای دخترا نیست. هرگز اصلا این فکر به ذهن ما خطور نمی کرد، در حالی که تو مدرسه اینجا خب خیلی همین که راجبش صحبتام هی می کنن به نظر من بدتره شد، انگار که بیشتر و بیشتر این افکار میره تو ذهن بچه ها. و خب یه نکته دیگه ای که به نظر من تأثیر گذاشته اینه که ما توی ایران از راهنمایی کلاس ریاضی داشتیم، هر سال کلاس فیزیک داشتیم و اینجوری نبودش که دل بخواهی باشه. یعنی شما اگر یه سال هم مثلا نمره خوبی نمیگرفتی قرار بود که تا 5 سال دیگه این درس باشه دیگه، چه تو بخوای چه نخوای باید تلاش میکردی یه جوری نمره خوب بگیری. اینجا خب دل بخواهیه. مثلا خیلی از کسایی که میان دانشگاه حتی یه دونه کلاس فیزیک هم بر نداشتن توی دبیرستان. خب وقتی که اصلا شما اکسپوز نشی به همچین سابجکت هایی و تا حالا فیزیک رو ندیده باشی، از کجا بدونی که فیزیک دوست داری یا نداری که بدونی که دوست داری مثلا همچین رشته ای رو بخونی یا نه؟ صرف این که شنیدی فیزیک بیشتر برای پسر هاست خب اصلا طرفش نمیری. حالا نمیدونم شما نظری دارین راجع به این قضیه دکتر؟ من واقعا میدونی حالا من یه زاویه دیگه میدم، شما گفتین حرفا رو، من فکر کنم که یه مقداری اصلا برنامه این آزادی توی یادگیری میتونه آدم ها رو شکوفا بکنه. یعنی اینکه مثلا تو بری یه امتحانی بدی، حالا یه نمرات یه نمره بدی بگیری، بعد آنچنان بچه ها رو مثلا شکست خورده محسوب بکنی، این خیلی بده. یعنی اشکال نظام آموزشیه، حالا چه اینجا هست چه ایران هم هست. وقتی اینقدر نمره زده و نمیدونم امتحان زده باشه آموزش، آدم ها رو ممکنه جلوی اون جلوی شکوفایی ذهنشون یا اون خلاقیتشون رو بگیره. یه مقداری راه های هست دیگه، یه جور مثلا بشه آزادی هایی به وجود آورد که تو آزادی آدم ها بتونن شکوفا بشن، بتونن ببرن جلو. آزادی در یادگیری، آزادی در فعالیت، نه اینکه در استرس امتحان و یه مقدار این نکات. این میتونه کمک بکنه. و وقتی که مثلا میگی اون نمره بد گرفت، خب اون آنچنان این نمره با آدم مارک میزنه، آدم رو ناراحت میکنه که حاضر نیست کاری بکنه. ولی وقتی که بتونه مثلا یه فرصت های دیگه داره که بتونه خودشون چون بالاخره علاقهشو پیدا میکنه و میبره جلو. بله درسته. خب من بذارین یه سوال از سوالایی که مخاطبمون نوشتن رو ازتون بپرسم. نوشتن که جدا از مسیر پرهیجان المپیاد و ادامه تحصیل در خارج کشور، افق آینده شغلی دانشجوهایی که در ایران میخوان رشته ریاضی رو در سطوح عالی دنبال کنن چیست؟ چقدر با خارج از کشور فاصله در این زمینه زیاده؟ حالا من بخوام جواب بدم. خب ببین در واقع در ایران فرض کن خیلی بچه‌ها هم الان موندن همونجا کار میکنن و
خیلی موفقن، خیلی دارن کارهای خوبی میکنن و به هر صورت محدودیت‌هایی که به خاطر بعضی چیزا اونجا وجود داره همه میدونیم، ولی فرصت‌های زیادی هم وجود داره و خب خیلی الان مثلا دانشکده‌های ریاضی خیلی خوب فعالیت میکنن در کارهای پژوهشی، در کارهای آموزشی خیلی نقش و فعالیت خوبی دارن. در آینده هم من فکر میکنم که خب خیلی الان واقعا خب در یه نقطه عطفیه، شاید این وضعیت دنیا و جهان به خاطر این بیماری کرونا، ولی به هر صورت خیلی چیزا دچار تحولاتی خواهد شد، ولی از نظر کاربردهایی که میشه وجود داشته باشه، مثلا کاربردهایی که میدونیم، حالا شاید درسا بهتر بتونه بگه، من اسم درسا رو از استادش شنیدم، خیلی ازش تعریف کرد تو برکلی، شانکار، من چند وقت اخیرا اسمتون رو از اون شنیدم و من فکر می‌کنم که این قضیه artificial intelligence و data science و deep learning، این اصلا این فرصت‌های جدیدی در همه دنیا برای آدمایی که می‌خوان یه کاری انجام بدن به وجود بیاره. تو ایران هم قطعاً خیلی فرصت‌های زیادی وجود داره و اینکه بتونی وارد مثلا applied AI بشی و یه کاربرد پذیری بکنی، همه جا نیاز خیلی وسیعی در آینده وجود داره من فکر می‌کنم، و این یه فرصت‌های بزرگی حتی برای اونایی که مهندسی می‌خونن به وجود میاره که بتونن بیان در این زمینه‌ها فعالیت بکنن، به خصوص حالا رشته ریاضی هم قطعاً هست. حالا درس حتما اینا رو بهتر از من میتونه بگه دیگه. مرسی. نمی‌دونستم با شانکار حرف زدی. آره خب سوال، اگر سوال درباره رشته ریاضی بودش، کلاً کامپیوتر ساینس به نظر من این جنرال اپلیکیشن های خیلی خوبی و واسه ریاضی میاره، و اگر مثلا آدم آینده شغلی فکر میکنه، حتی اگر مثلا ریاضی کاملا فقط بخونه، به نظر من خیلی ایده‌های جالبی میاره که میتونه مثلا اپلاید بشه اگر آینده شغلی مثلا توی اندستری آدم فکر میکنه، ایده‌های جالبی میاره توی فیلد AI، توی کلاً ماشین لرنینگ تیوری، و اپورتونیتی های زیادی هستش. ولی خود ریاضی به نظر من خیلی وقتا آدم ها میخوننش به خاطر اینکه قشنگه و شاید مثلا اونقدر با آینده شغلی فکر، یعنی آدم ها نمی کنن وقتی دارن میخوننش، و احساس میکنم خیلی مثلا کریتیویتی ها اون موقع اتفاق میفته، ولی به نظر من حداقل داخل آمریکا اونقدر نگرانی شغلی نیست. من تمام دوستایی که داشتم که مثلا ریاضی خوندن بعدش خیلی راحت تونستن خیلی جابای خیلی خوبی بگیرن، هم توی artificial intelligence، هم تو فایننس خیلی وقتا میرن کسی که ریاضی میخونن، چون خیلی کانکشن های زیادی وجود داره وقتی ریاضی میخونین. سو احساس کنم یعنی خیلی نباید نگران آینده شغلی داشته باشم، ولی یه چیزی که میخوام بیشتر توجه کنم، بیشتر فوکوس بکنم، اینه که ریاضی خوندن یه ذره با فکر کردن چیزایی که آدم آپتیمایز میکنه گاهی وقتا با هم دیگه فرق دارن. گاهی وقتا آدم واسه ساکسس شغلی داره آپتیمایز میکنه، میخواد خیلی شغل خیلی خوبی داشته باشه، همه بگن خیلی ساکسسفوله، یا مثلا گاهی وقتا آدم میخواد خیلی پول در بیاره، گاهی وقتا آدم میخواد فقط ریاضی رو بخونه به خاطر اینکه قشنگه و از اون خوندن ریاضی لذت میبره، و همه این هدفها هدفای اوکی ان، هر کی ممکنه هدف خودش رو داشته باشه، ولی گاهی وقتا خیلی حالا الاین نیستن، آدم نمیتونه هم خدا و فرما رو با هم داشته باشه. یه ذره آدم فکر کنم خوب توجه کنه به اینکه اینا هدفهای مختلفی هست. نمیدونم make sense کرد یا نه. آره یه وقت تو سوال دیگه داری؟ من یه سوالی از شرکت کننده ها به نظرم خیلی جالب بود برای خودم، ببینم نظر مهمونامون چیه. گفتن که آیا برنامه‌ای میتونیم داشته باشیم که تبادلات اطلاعات ریاضی دانا و ریاضی دوستایی که در اقصا نقاط دنیا هستن بین ایرانی‌ها شکل بگیره؟ یعنی فکر می‌کنید که به صورت سمینار توی زوم، این کلاً این برنامه که کرونا برامون درست کرده یه سری فرصت‌ها رو ایجاد کرده به نظر، فکر می‌کنید که میتونیم یه جوری جمع کنیم ریاضی دوستای ایرانی؟ یه مطور بکنم تعداد ریاضی دوستان ایرانی توی دنیا زیاد باشه، از لیمیت زوم میزنه بالا. بفرمایید دکتر. والا خب همیشه این فرصت ها میتونه خوب باشه، حالا مثلا در چه سطحی بخوایم کار بکنیم، در سطح مثلا تخصصی و خیلی بالایی بخوایم کار بکنیم، یه مقدار اگه بخوایی بری تو سطح های بالاتر، همیشه بسیار
آدم ها باید همکاراشون رو پیدا بکنن و من بکنم قطعا خیلی کار خوبیه، میتونه کمک بکنه. الان خب بچه ها ریاضیدان های خوبی هستن اینجا در همین در کالیفرنیا. حالا واقعا خب شاید بشه من بچه ها خیلی بشه اینا بتونن مثلا یه سمینار های بذارن، ولی اگر سمینار خب بخواد خیلی تخصصی باشه خب اونجا مخاطبش هم خیلی عده خاصی میشن. بعد ببینیم مثلا چگونه میشه هدف گذاری کرد. آیا میخوایی مثلا یه مثلا سمیناری بذاریم که مثلا فرهنگ ریاضی رو معرفی بکنیم، یا میخواییم برای مثلا خیلی سمینار تخصصی که چند تا متخصص با هم صحبت بکنن. اینو باید یه هدف گذاری کرد، ولی خب آره این فرصت های خوبیه دیگه. یعنی دنیای روزا خیلی نزدیکه به هم دیگه همه جا، و این ارتباط ها خیلی میتونه فرصت های جدیدی وجود داشته باشه. این به نظر من قابل بررسیه که ببینیم میخواییم چی کار بکنیم. اگر بخواییم رو کار تخصصی کار بشه، باید واقعا آدمایی که در زمینه هایی به هم نزدیکن، معمولا هم همدیگر رو میشناسن، خب میتونن ارتباط برقرار کنن. اما اگه بخواییم یه مثلا چیز عمومی تری بذاریم که یه دانش عمومی رو منتقل بکنیم، خب اون میتونه کار خوبی باشه که یه موضوعی رو معرفی کنم. مثلا یه سمیناری بذاریم، چند نفر آدم شاخص که تو موضوعات مختلف کار میکنن بیان با یک به اصطلاح سخنرانی عمومی که اون موضوع رو معرفی بکنن به همه، بیان برای علاقه مندا صحبت کنن. یه همچی فکرهایی میشه کرد دیگه. حالا شما جوونا حتما راههای خوبی پیدا میکنین دیگه با هم فکر کنین. مرسی. یه کانونه میدم شاید تو بدونی، ولی فکر میکنم تیوریتیکال کامپیوتر ساینس دارن یه گروه زوم دارن که درباره اوپن پرابلم حرف میزنن الان که کرونا شده. بله، ولی فکر نکنم یعنی برای ایرانی ها فکر نکنم باشه، ولی برای تو استنفورد هست این گروه. خیلی خوبه. آره خیلی خوبه، خیلی جالبه. یه سوال دیگه ای که من یه لحظه بهش اشاره کردم ولی الان دوباره شرکت کننده همونم از همون پرسیدن، اینه که میشه دکتر تابش نظرشون راجع به این تغییر علاقه مریم یه توی سن 12-13 سالگی راجع به ریاضی بگم؟ من نمیدونم، یه گمانه است، من نمیدونم حالا چیز دقیقی بگم. یه چیزیه که به اصطلاح قرائن نشون میده که این اتفاق افتاده. من اول باری که مریم جدیدم 15 سالش بود، همون دوره‌ای بود که گفتم اومد در ما اولین بار اومدیم یه کلاس تابستانی گذاشتیم توی دانشگاه صنعتی شریف که یه سری بچه‌های دبیرستانی بیان اونجا. می‌خواستیم بچه‌ها علاوه آشنا بشن با مفاهیم و ریاضیایی و اون چیزایی که میتونه اون خلاقیت و اون سن ریاضیات خیلی باریک و خاصه دوره‌های دبیرستان و اینا نیست، مثلا می‌خوام چیزای بیشتری یاد بگیرم. من اول بار مریم رو توی همچین به اصطلاح مدرسه تابستانی در دانشگاه دیدمش. حالا همکارای ما بودن با دوستای دیگه، همه ما دیدیم که خب این خیلی هیجان داره، خیلی علاقمنده و خیلی از همون موقع موفقیت‌ها شروع شد و ما دیدیم که چجوری جلو رفت. قدم‌های بعدش هم خب همینجوری رفت شد. ولی قبل از اون این شاید این جهش براش اتفاق افتاده بود. من فکر کنم خب مریم قطعا اون استعداد درونی و نهفته رو داشت دیگه و هیچ وقت میگم چون انقدر خصوصی بود با خودش که من هیچ وقت از این سوال ازش نمی کردیم. ولی من فکر کنم خب این میگم واقعا اون چیزای مدرسه یا دبیرستانی یه جور آدمو خیلی کانالیزه میکنه به یه سمت چیزایی که ممکنه خوشش بیاد خوشش نیاد یا اشتباه بکنی. شاید اون این که مثلا توی یه امتحان نمره خوب نگرفته و همیشه دلش می‌خواد نمره‌های بالا بگیره، اینو به اصطلاح ذهنشو درگیر کرده بود، زدهش کرده بود از ریاضی. ولی بعد که یه آرامشی پیدا کرده در اون دوره، حالا توی این خاطراتش خودش هم میگه که اولین بار آرش برادرش، خیلی پسر خوبی آرش، آرش به این مسئله یه گاوسو داده که جمع مثلا 1 تا 100 رو پیدا کنه اینا، میگفت اینو خودش حل نکرده ولی براش خیلی جالب بوده. شاید مثلا یه همچی چیزی اینو بهش انگیزه داده و آورده جلو. من یه همچی گمانه میشه زد که میگم علت این که مثلا زده شده به خاطر این بوده که خب یه امتحانی که خیلی الکی بوده نمره خوب نگرفت، وقتی که همه آدم ها رو بخوای با معیار یه امتحان رو یه نمره بسه. ولی بعد از اون که یه فرصتی پیدا شده که مثلا یه زیبایی رو ببینه و اونو درک بکنه، تونسته جلو بره.
در بقیه عمر حرفه‌ایش هم مریم واقعا از این مسئله هایی که حل میکرد خیلی برایش هیجان انگیز بود، لذت میبرد و در واقع اون آها مومنت وقتی که اون به اصطلاح التزاز ریاضی، اون جوی آف ماتماتیکس، اون رضایت خاطری که یه حل یه مسئله بزرگ برای آدم به وجود بیاره، اون بیشترین انگیزه رو درش ایجاد میکنه. و خب این از همون دوران 15-16 سالیش هم که شروع شد این اتفاقهای افتاد، خب خیلی بهش کمک کرد که در اون دوران اولیه رشد بکنه و جلو بره. یه همچین حدسایی من میذارم دیگه. بیشت دکتر، شما اواخر عمر مریم موقعی که سرطان گرفته بود و توی آمریکا بودش و شما هم اینجا بودین، فکر میکنم اون موقع هم از نزدیک باهاش در ارتباط بودین؟ بله، من میگم مریم، خب من گفتم از 15 سالگی دیدمش و بعد خب دوباره تو المپیاد بود، اردوهای المپیاد من کمک میکردم، کار میکردم اونجا، میدیدمش، خب میدیدیم که چقدر مسلطه. بعدم که اومد دانشکده، همون دوره بود که منم مسئولیت دانشکده داشتم و خیلی با بچه ها نزدیک کار میکردیم و همزمان مریم رو میابردمش توی عضو کمیته. بچه ها همیشه المپیاد قبلی میبردن به المپیادی های جدید کمک میکردن، درس میدادن، یا یه کار سخت طرح سوال بود که همیشه میشد لحظات آخر و از وقت من میشستم با مریم سوال طرح میکردیم و اونجا من میدیدم که چقدر راحت فکر میکنه و یه ایده کوچیک رو میگیره قشنگ یه جای درست حسابی میرسوند. و خب این 3 سال هم دانشکده ریاضی دانشجوی بسیار دوره کارشناسی بود و اون رو خب خیلی از نزدیک می‌دیدیم، موفقیت هایی که داشت. همون توی این فیلم هم اشاره کرد بهش که یه مسئله های خیلی سختی هم بود، یه مسئله این نمیدونم پال اردوش رو حتما خیلی ها بشناسین که اردوش یه آدم مسئله حل کنه حرفه‌ای بزرگی تو دنیا بود که چند سال گذشته فوت کرد. یه دونه از مسئله های حل نشده اردوش رو که مثلا 20 و چند سال بود مونده بود، یکی از استادای شریف توی کلاسی به اینا به عنوان هومورک داد، بهشون هم نمیگه که این مسئله حل نشده است. و بعد از چند روز مریم میره حلش رو میاره، حل میکنه میاره و خب خیلی از کار بزرگی بود. و یه مقاله‌ای باهاش نوشت خودش به اصطلاح تنهایی و منتشر شد توی ژورنال معتبر توی کامبیناتوریکس و گراف تئوری بود اون موقع و خیلی اثر گذاشت. همینجور توی این به اصطلاح فیلمم ذکر کرد، فکر کنم کسرا ذکر کرد، که بعد از اون بود که این پابلیش شد و اینا، یه دونه از NSF یه دونه گراند پرپوزالی رو فرستادن که اون اوالویت کنه که نزدیک بود به این کاری که انجام داده بود. بعد نامه براش داده بودن پروفسور میرزاخانی، حالا این دانشجوی سال 2 و 3 دوره کارشناسی بود و اینا فکر کردن که پروفسوری که این مسئله به این سختی 20 سال مونده رو حل کرده بود. اینجوری هست این خاطرات. حالا من گفتم که برسم به این که من مثلا اون 3 سالم باشم. بعدم خب ما در واقع حالا سیاوش شهشانی و ما هرچ کاری میرسیم کردیم که این بچه ها بیان جاهای خوبی درس بخونن. مریم اومد هاروارد و کم و بیش باز باش من این ارتباط هایی داشتم، خب دیگه درسشو میخوند و گاهی میمدن ایران سر میزدن یا دورا دور میدیدن. تا گذشت که من این سالهای اخیر که فرصتی فراهم شد بیام استنفورد و در همین در استنفورد بودم دیگه، مریم هم در همون گروه ریاضی بود، دوباره یه جور ریکانکت شدیم و هفته یه گاهی نهار بخوردیم، صحبت میکردیم، از فکراش میگفت، از چیزهای مختلفی صحبت میکردیم دیگه در سر نهار و این دیدارهایی که داشتیم. تا اینکه همون بلافاصله همون ایامی که من تازه اومده بودم شنیدم که این به اصطلاح برست کنسر گرفت و مدتی جراحی کردن و شیمی درمانی. و شما از خودش شنیدین دکتر؟ بله بله، یعنی اون اولین بار دیگه، آره در 2013 بود که اولین بار گرفت. من خب دیدم یه مدتی پیداش نیست و بعد خودش به من نمیدونم یه میل زد یا یه تکست زد که به من گفت اینجوریه و دیگه ما هم سعی کردیم بگیم که خب خوب میشه یا چیزی نیست و واقعا هم خیلی امیدوار بودیم که خب بعدم مثلا در اون دوره معالجش هم من یه بار دیدمش باز و بعد از 5-6 ماه که برگشت دانشگاه دوباره کارش رو شروع کرد، خب ما باز از نزدیک میدیدیمش و دیگه خوشحال بودیم که برگشته و همه چی داره خوب جلو میره. تا مثلا این در واقع پاییز مثلا 2013 بود که برگشت، یا اواسط پاییز بود که، یا شاید جنوری 2014 بود که فکر میکنم دیگه حالش خوب شد برگشت دانشکده و میدیدیمش زیادتر. تا بعدم که خب 2014 توی
همین جولای و اینا بود که نتایج فیلز اعلام شد و ما متوجه همه حدس رو میزدیم دیگه، ولی تا آخرین لحظه بالاخره صبر کردیم دیگه. وقتی اعلام شد خب خیلی خوشحال شدیم. دو مرتبه هم بهش بعد از اونم یه مقداری مجددا زیر فشار آدمایی که بهش اپروچ میکردن، چه از ایران چه از جای دیگه قرار گرفته بود، همیشه شکوه میکرد که آره اینا به چه حق این کارا رو میکنن. خیلی دلش می‌خواست زندگی آرام و بستا خودشو داشته باشه و گاهی من سعی میکردم که بهش هم کمک یه جوری باشم که به اصطلاح پروتکشن براش ایجاد بکنم که راحت باشه و این خوب یه خورده اوضاع خوب بود تا 2016 فکر میکنم می و اینای 2016 بود که مجدداً این بیماری برگشت پیدا کرد و همینجور به کبدش زد. و خب دیگه اینجا نمیدونم هد امریکن کانسر سوسایتی و اینا هم یه مقدار بهش توجه کردن که رفت به یه کلینیکی در نیویورک، اون MSKCC کلینیک بزرگی در نیویورک، که اونجا خیلی تستای زیادی یه مدتی مثل که یه ماه اونجا بود، بعد میمد و میرفت، هفته یه بار میرفت این راهو میمد، ولی به قدری مثبت اندیش بود که هیچ وقت این رفته اومده به نیویورک 6 ساعت پرواز برو یه تستی بگیرن و همیشه با مثبت اندیشی میگفت نه مسئله نیست، میرفت و میمد. و تا تقریبا فکر میکنم فوریه 2017 بود که اینا یه دارویی براش ساختن و این دارو رو شرکت استفاده کردن و خب اول اوایل نتایج خیلی مثبتی گرفت و همه ما خیلی خوشحال شدیم و خیلی دیگه داشت نتایج مثبتی میگرفت، ولی خب مجدداً باز برگشت پیدا کرد به قسمت‌های دیگه بدنش. و درست این بالاخره ما در تماس بودم دور و نزدیک، و ولی در تمام آخرین لحظات هم همیشه اون قدرتش رو داشت و همون قدرت با بیماری هم برخورد میکرد، حتی روز آخر لحظات آخر اینا هم همون با همون قدرت نمیخواست مثلا یه قربانی باشه. قبلا یعنی گفته بود که میگفت من خب نمیخوام مثلا یه قربانی محسوب بشم، من آدم خوششانسی بودم زندگی کردم، حالا اینم یه بخشی از زندگیه، یه با قدرت تمامی برخورد میکرد. ولی خب بسیار سخت بود دیگه، دوران بسیار سختی بود. یه چیزی که توی فیلم بهش اشاره کردن که مریم شخصیتش بوده که هیچ وقت هیچ مانعی رو جدی نمیگرفته، حالا چه تو کارش، همیشه فکر میکرده که هر چیزی راه حلی داره، مانعها رو میتونه پشت سر بذاره، هر مسئله حل میشه. و خب یهو یه همچین چیزی توی زندگیش سر در میاره که واقعا مانعیه که نمیتونه برش داره از سر راهش. حس میکنم دوستم اینم که شما با شخصیتی که از مریم میشناسین، یعنی یه همچین آدمی که فکر میکرده که نه همه چیز امکان پذیره، چجوری این سرطانو، یعنی how did she take it در واقع؟ خب میگم تا مدت ها که به معالجات درمان ها و اینا رو با دقت دنبال میکرد، ما همه امیدوار بودیم که باید راه حلی باشه، ولی یه همون فکر کنم ایام آخر یه مرتبه گفتش که اگر یه دور دیگه میخواست کریر زندگیشو با اجرا کنه میرفت روی سرطان کار میکرد و فکر میکرد که میتونه این مسئله رو اگر زودتر شروع میکرد کار میکرد خودش حل میکرد این مسئله رو. این چیزو داشت در اونجا که این حرفو گفت که اگر دوباره میخواست کار کنه میبد روی همین اینجور کارا کار میکرد. و برصورت این برای من راستش خیلی جالبه به خاطر اینکه حالا من خودم رشتم فیزیکه و عاشق ریاضی و فیزیک هستم، ولی بعضی وقتا میشه واقعا که این چجوری بگم، اینکه نمیتونم به طور مستقیم تأثیر بذارم توی زندگی مردم، شاید یعنی تأثیره به طور غیر مستقیم میرسه هارش. واقعا مریم گفته بود خب ریاضی توی همه چی توی تکنولوژی تأثیر داره، ولی شما اون تأثیر رو توی زندگیتون حس نمی کنین در اون لحظه در مقایسه با خیلی رشته های دیگه، خب مثل پزشکی که هر روز توی بیمارستان دارین جون نجات میدین و دارین کمک میرسونین به مردم. بعضی وقتا این قسمت این فیلد منو یه ذره اذیت میکنه که حس میکنم میتونم مفیدتر باشم، میتونم به جامعه روی جامعه ایمپکت بیشتری داشته باشم. و اینکه یه
آدمی مثل مریم میرزاخانی با همچین افتخاراتی، اولین خانومی که جایزه فیلز رو برده، وقتی که با سرطان مواجه میشه میگه اگر برمیگشتم این مسیر رو شاید ادامه نمیدادم، برای من یه ذره جای فکر داره. آره خب قطعا همینجور هستش دیگه، ولی واقعیتش اینه که خب مثلا این مجموعه علم و دانش و مجموعه تمدن بشر یه مجموعه است دیگه، هر کسی یه گوشه ایشو میگیره جلو میبره، اون مشعل دانش که دست به دست میشه در واقع اینا یه چیزای بزرگیه دیگه. یعنی خب بالاخره اون کسی که روی ریاضی محض هم کار میکنه میدونه که خب در گوشه ای از همین به اصطلاح مجموعه‌ایه که به توسعه و مجموعه‌ایه که به پیشرفت تمدن، پیشرفت علم کمک میکنه، و آدم وقتی که اینو میدونه خب میدونه که مثلا حالا درست علاقش به اینجاست ولی میتونه که این کار رو به نحو خوبی انجام بده و میتونه خب قطعا اینا خیلی تاثیرگذاره. حالا شما فیزیک میخوندی خودت بهتر میدونی که چقدر مثلا ماتماتیکس اونجا کمک میکنه و تو چیزهای دیگه همینجور. الان توی بازالا دورسا بهتر از من میدونه چقدر چیزهای مادلینگ و بعد کارهایی که الان همین نمیدونم توی کانسر ریسرچ و دیتا مادلینگ و اینا کارهایی که میشه کرد، من فکر کنم اتفاقا اینا به خیلی علت این که مثلا موفقیت ها کمه اینه که ریاضیات خوب پیشرفت کرده. ما اگر ابزارهای ریاضی قوی تری داشته باشیم، یعنی واقعا اینا مدل‌های خیلی پیچیده، الان ما خیلی مدل‌های تقریبی میزنیم که برای اینکه میتونیم اینقدر که بتونیم باش کار بکنیم، اگر ابزارهای قوی تری داشته باشیم شاید مدلینگ‌های خیلی پیچیده تری، همین فضاهای مثلا پیمانه‌ای که صحبتشو میکردن و اینا رو در واقع اگه بتونی تو مدل کنی و وقت تو اینا خیلی میشه به اصطلاح این ابزارهای قوی ریاضی خیلی چیزهای پنهان رو میتونه بیرون بیاره و میشه مثلا اونا رو پیدا کرد. این هست که من بکنم که علم و دانش و به اصطلاح تمدن و یه مجموعه است و هر کدوم از یه اجزا نقش خودشو داره و همه اینا در تاریخ نشون داده که مثلا ریاضی چگونه میتونه کمک بکنه. حالا یه شاخه‌هایی هم تحقیق می‌کنن ممکنه بعداً ببینن که ادامه پیدا نمی‌کنه، ولی خیلی چیزاش بعدها کاربردهای پیدا می‌کنه و این فضا رو توسعه میده که در کوتاه مدت نه ولی در دراز مدت اینا همش به هم اثر میذاره و کمک میکنه. بله مرسی دکتر. خیلی سوالای زیادی ما داریم، واقعا فرصت کمه. الان آلردی ما یه ساعت از وقت ارزشمند شما رو گرفتیم. من یکی از سوالایی که شرکت کننده ها نوشتن رو دوباره بپرسم که یه دینی هم ادا کرده باشیم، در مورد ارتباط با ریاضی دوستان. مثلا در یوتیوب من دیدم که لکچرها و سمینارهای از جاهای تاپ ریاضی دنیا مثل Institute for Advanced Studies به رایگان در اختیار همه قرار میگیره و به نظرم خیلی میتونه مفید باشه چنین برنامه هایی با چنین قابلیت دسترسی برای عموم به صورت رایگان. خب سوالش چی بود؟ خیلی خوبه دیگه این کارا رو بازم بود. آره من یه ذره الان گیجم که سوالش کجا بود. خب میریم سوال بعدی. به نظر شما یه دانشجو چجوری میتونه پروژه تاثیرگذاری مثل پروژه دکتر میرزاخانی انتخاب کنه؟ آیا تاثیرگذاری پروژه مهمه؟ یعنی فهم میکنم کلا سوال در مورد اینه که وقتی که میخواییم یه پروژه انتخاب کنیم چه معیارهایی رو باید در نظر بگیریم و چجوری پروژه رو انتخاب کنیم؟ خب بعضی از سوالها هستن که open problem هن، کسایی مثل مریم میرن سراغشون و جواب به دست میارن، ولی یه آدم دیگه ممکنه سالهای سال روی همون سوالها در جا بزنه. نظرتون راجع به این سوال چیه؟ حالا یکی هم بگوی دورسا. میخواییم دورسا جان شما جواب بدیم. سوال درباره این بودش که چجوری مسئله انتخاب کنیم؟ این بود چجوری مسئله انتخاب کنیم؟ نوشتن چطور میتونم پروژه تاثیرگذاری مثل پروژه دکتر میرزاخانی انتخاب کرد؟ خب یا هر فیلدی به دخره یه سری مسئله های اوپن داره، یه سری مسئله های ساده تر داره، و وقتی آدم تازه شروع میکنه شاید
درست ندونه که کدوم آسان‌تره کدوم سخت‌تره. واسه همین با آدمایی که یه ذره جلوتر هستن، مثلا ادوایزرهایی که آدم داره، منتورهایی که آدم داره صحبت کنه، یه ایده‌ای بهتری میگیره از اینکه چه چیزی چقدر آسونه و چه چیزی چقدر سخت هستش. و کلاً باز هر فیلدی فرق داره، من دارم در فیلد خودمون حرف میزنم. جوری که به نظر من خوب هستش که آدم اگه میخواد مثلا کار ایمپکتفولی داشته باشه رفتار بکنه، اینه که یه مسئله خیلی بزرگ رو در ذهنش، در پس ذهنش داشته باشه و سعی کنه در زمینه اون فکر بکنه. ولی خب در این حال اگه میتونه چیزای کوچیک هم در کنارش داشته باشه که کمک میکنه در زمینه اون چیز بزرگتر، کلا اون ستینگ بهتری هستش. ولی خب این یه ذره خیلی خاصه فیلد من هستش که یعنی اینجوری آدم در برش فکر کنه. به نظر من یه اشتباهی که گاهی وقتا بچه ها میکنن اینه که فقط فکر میکنن که تعداد پیپر مهمه، یا مثلا یه تعداد پیپر در یه کنفرانس خیلی خاص پابلش بکنن مهمه. این یه ذره شبیه همون نمره گرفتن است، مثلا برای نمره آدم یادش و کار درستی نیستش این کار. مثلا به نظر من خوبه که آدم درباره PhDش و درباره تزش یه ذره کلن overall big picture نگاه بکنه و ببینه که این چه مسئله یه داره حل میکنه و چقدر برای فیلد مهم هستش. و کلن با آدم های مختلف هم حرف زدن به نظر من خیلی تأثیر داره و این باعث میشه آدم بیشتر فکر بکنه که این مسئله که دارم حل میکنم آیا واقعا مهمه، آیا واقعا فرقی در فیلد ایجاد میکنه، یا مثلا یه چیز اینکریمنتالی که فقط یه پیپر میده. و خیلی خوبه که آدم در مورد چیزای ایمپکتفول سعی کنه وقتشو بذاره، وقتشو تلف نکنه سر چیزای کلن اینکریمنتال کوچیک. مرسی دورسا جون. من خودم یه سوال آخری که داشتم که دوست داشتم راجع بهش صحبت بکنیم این بود که توی فیلمم بهش اشاره شد که مریم نه تنها یه ریاضیدان خیلی برجسته بود، یه مادر خیلی خوبم برای آناهیتا بود و خیلی اهمیت میداد به نقش خانواده در زندگی. خواستم ببینم که چقدر راحت منیج کردن این دوتا دنیا با هم دیگه. درسته چون میدونم شما خودت الان یه حلقه دستت میبینم آیستم که توی یه رابطه هستی و خب you're a woman in STEM، توی اکادمیا داری کار میکنی، چقدر فکر میکنی سخت منیج کردن این دوتا دنیا با هم که کار رو آدم پیش ببره و در کنارش وقت برای خانواده و بچه دار شدن و همه اینا هم داشته باشه؟ خب کار به نظر من زیاد هستش. خب من بچه ندارم، مثلا این خیلی همه چی اوکی هست، همه چی خیلی عالیه. مثلا شاید وقتی بچه دار بشه آدم مثلا شاید ویو آدم درباره این چیزا عوض بشه، ولی به نظر من یه چیز خیلی مهم اینه که آدم پارتنر ساپورتیوی داشته باشه که توی این شرایط کلن تو شرایط مختلف زندگی کمک باشه و باشه و آدم رو ساپورت بکنه. و خب فکلتی های زیادی بودن که خب حتی موقعی که مثلا جونیور فکلتی بودن بچه دار شدن و شدنیه و فقط این باعث میشه که آدم یه ذره وقتش رو تنظیم بکنه. خیلی وقتا آدم حتی افیشنت تر میشه وقتی بچه دار میشه، چون وقتت برات مهمتره و لزوماً چیز بدی نیست. یعنی گاهی وقتا آدم یه روز داره روی یه چیزی کار میکنه ولی خب مثلا واقعا مثلا 2 ساعت فکر مفید کرده. یکی از ادوایزرامون اتفاقا برکلی ستیش را یکی از چیزایی که همیشه میگفت این بودش که آدم در روز کلا 3 ساعت مفید کار میکنه، 3 ساعت برای فکر مفید کنه، فقط آدم باید افیشنتش بکنه. واسه همین احساس میکنم که تداخلی نداره، نمیگم راحته، خیلی سخته، ولی تداخل اونجوری نداره. آدم فقط باید سعی کنه افیشنت تر کار کنه و میکشور کنه با آدم هایی که ساپورتیو هستن کار کنه و زندگی کنه. فکر میکنین چقدر این باز، چون این جمله رو توی فیلمم گفتش که حالا کوت میکنم باز: One thing that stops people, particularly girls, from going into math is the idea that math will take over your life and you won't be able to do anything else. فکر میکنین آیا این درسته؟ واقعا کسایی هستن که به خاطر این قضیه که فکر میکنن شاید وقت نداشته باشن اصلا دیگه در کنارش زندگیشون رو پیش ببرن یا یه خانواده تشکیل بدن، نران اصلا توی چنین رشته هایی؟ من احساس میکنم این درباره مث فقط نیست، درباره بقیه چیزا هم هست، بقیه فیلد هم هستش. خیلی احساس میکنم تا یه حدی گاهی وقتا ملت این ایده رو دارن و احساس میکنم درست باشه، اصلا فکر نمیکنم درسته، به خاطر اینکه آخر سر آدما خیلی میتونن منیج کنن. آدما نرمالی اون توانایی رو دارن که بتونن هم خانواده رو منیج کنن هم کارشون رو منیج کنن. آسون نیست، اصلا چیز آسونی نیست، ولی شدنیه. و همینطور که آدما رو دیدم مثلا مریم و آدم های دیگه ای رو آدم میبینه،
این کار شدنی هستش. و به نظر من یه چیز منفی که داره اینه که خیلی وقتا ما حتی باز دخترها رو میبینیم که توی مقطع لیسانس هستن، حتی پی اچ دی میگیرن، ولی بعد از اون گاهی وقتا به خاطر این فشاری که هستش که من الان باید برم خانواده درست بکنم، من اون برام الان اولویت هستش، شاید در مقطع‌های بالاتر کمتر میبینیم دخترها رو و این خیلی چیز ناراحت کننده ایه، به خاطر اینکه احساس میکنم این چیز اشتباه رو خیلی وقتا آدما فکر میکنن و به نظر من اشتباهه، یعنی واقعا اونقدر تداخلی نداره، آدم میتونه هم کارو داشته باشه هم زندگی داشته باشه. مرسی. یه جمع‌بندی بکنیم. یکانه شما سوالی داری؟ نه، من فقط به نظرم وقتمون خیلی گذشته، باید از اساتید بخوایم که جمع‌بندی کنن. اگه توصیه‌ای دارن حرف آخر رو بزنن لطفا. نه، من خیلی تشکر میکنم از این برنامه‌ای که گذاشتیم، میکنم خیلی کار خوبی بود، امیدوارم که بتونین اینجور کارا رو همین گروهی انجام بدین. بازم موضوعات مختلف حتما برای دوستایی که جمع بشن دور هم دیگه تبادل فکر کردن و همین حرفا رو زدن خیلی مفیده. خیلی کار خوبی کردین و به هر صورت من یاد مریم هم گرامی می‌داریم، هم اسباب افتخار ما بوده، هم واقعا فقدانش برامون دردناک بود همیشه، ولی اینجور که اثرگذار اسمش و برای ما یه جور به اصطلاح وحدت و یک پارچگی ایجاد میکنه بینمون، این خودش یه ارزش والاییه که باز خود اون وجود مریم برای ما آورده. من اینو قدر ارزشش رو میدونم، ولی برصد تشکر میکنم از شما که این برنامه رو گذاشتیم و فکر کنم خیلی خوب اگه از این کارا بازم بتونین برنامه های اینجوری بذارین، برای همه میتونه خیلی مفید باشه. خیلی ممنون که شما اومدین، واقعا ممنون، خیلی لطف کرد. منم دو تابش همه چی خیلی خوب گفتن. منم فقط تشکر می‌خواستم بکنم ازتون، خیلی برنامه قشنگی داشتین و این فرصت‌ها خوبه که بین دانشگاه‌های مختلف میتونیم برنامه‌ها رو بذاریم. به نظر من خیلی خوبه که کامیونیتی ایرانی رو استرانگ نگه داریم و یاد مریم هم گرامی باشه. یادش واقعا گرامی. بازم ممنون که به ما پیوستین امروز، خیلی خیلی به من خوش گذشت کنار شما، امیدوارم که خیلی خستتون نکرده باشیم با سوالمون و امیدوارم که تو برنامه‌های بعدیمون بازم بتونیم در خدمتتون باشیم. مرسی از همه. من فکر میکنم که هرگز خودم رو معرفی نکردم، برای همین آخر برنامه بگم که من هلیا کمال هستم، نماینده دانشگاه برکلی، از اونجایی که این کمپینی لیرم مشاهده میکنین توی بک‌گراند دانشگاه برکلی توی گروه ایرانیان استودنتس آف کالیفرنیا. خیلی خوشحال بودم که امروز مجری این برنامه باشم و باعث افتخارم بود، چون واقعا مریم همیشه برام یه الگوی و یه الگوی خیلی خیلی خوب بوده، همیشه الهام بخش بوده توی همه مراحل تحصیلیم برای خود من و واقعا باعث افتخارم بود. خیلی ممنون از همه کسایی که شرکت کردن، در کنار ما بودن، این فیلم رو با هم دیگه دیدیم و تا الان 86 نفر هنوز پای گفتگوی ما نشستن. واقعا ممنونیم ازتون، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این گفتگو. شب همگی بخیر، شب خوبی داشته باشین. یکانه جون مرسی، دورسا جون، دکتر تابش، شب خوبی داشته باشین. خداحافظ. خداحافظ.